به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدین امیدوارم حالتون خوب خوب باشه دوستای گلم ادامه مهمترین افعال انگلیسی رو با هم دنبال میکنیم توی این آموزش قرار افعال رو با هم یاد بگیریم که با حرف جی و H شروع میشن چون تعداد افعالی که با حرف G شروع میشنن کم بود H رو هم بهش اضافه کردیم که کلا بشه یه ویدیو خیلی کوتاه نشه تمرکز شما اینجوری بیشتر خواهد بود. اولین کلمه generate. generate یعنی تولید کردن. تولید نسل کردن هم معنی میده. یعنی ازدیاد نسل هم معنی میده. ولی خب مثال ما در مورد معنی اولش هست. This machine generates electricity. این دستگاه برق تولید می کند. This machine, این ماشین این دستگاه generates تولید می کند electricity برق get get گرفتن we've got the necessary information we've got the necessary information ما اطلاعات لازم رو گرفته ایم. یا اطلاعات ضروری رو گرفتیم. Necessary یعنی ضروری لازم. Information یعنی اطلاعات. We've got قسمت در واقع present perfect یا حال کامل فعل get هست. Give give دادن. The waiter gave me the menu. پیشخدمت خدمت منو را به من داد. The waiter gave me the menu. پیش خدمت منو را به من داد. Waiter میشه پیش, پیش خدمت. مرد. پیش خدمت زن میشه waitress. Gave گذشته فعل give هست. داد. Me به من the menu. منو را. یعنی این لیست غذا و قیمت ها رو. Go. رفتن یا پیش رفتن جلو رفتن Everything is going well. همه چیز داره خوب پیش میره. Grind. Grind. آسیاب کردن. خورد کردن. We grind our coffee by hand. ما کافمون رو با دست آسیاب میکنیم. Grow. Grow. رشد کردن. Apples grow on trees. سیب ها روی درخت رشد می کنند. On trees یعنی روی درخت ها. ولی تو زبان فارسی ما نمیگیم سیب ها روی درخت ها رشد میکنند. کنند. میگیم سیب ها روی درخت رشد می کنند. Hang. Hang. آویزان کردن. یکی از معانیش هست. Hang the paper horizontally. کاغذ رو به صورت افقی آویزون کن. یا کاغذ رو به صورت افقی آویزون کنید. فرقی نداره. Horizontally میشه افقی. Happen. happen. اتفاق افتادن. You made it happen. تو باعث شدی این اتفاق بیفته. Hate. Hate. متنفر بودن. I hate getting late. از دیر رسیدن متنفرم. I hate getting late. Have Have داشتن I have a sister. من یک خواهر دارم. Hear Here شنیدن Do you hear me? صدای منو میشنوی؟ در زبان انگلیسی ما وقتی خان... ما وقتی میخوایم بگیم صدای منو میشنوی دیگه اون صد... سد... کلمه ی صدا رو ترجمه نمی کنیم میگیم منو میشنوی به این شکل Do you hear me? Do you hear me? دیدین؟ Do you hear my voice? نمیگیم Do you hear me? یعنی من دارم حرف میزنم تو صدای منو میشنوی Hesitate Hesitate تردید داشتن I hesitate to spend so much money on clothes. میگه من در خرج کردن این همه پول برای لباس تردید دارم. Hesitate تردید داشتن to spend خرج کردن so much این همه پول زیاد on برای لباس در واقع منظورش جهت خرید لباس هست. Hide hide پنهان کردن قایم کردن چیزی I'm hiding from Alfra من دارم از آلفرا پنهون میکنم خودم و پنهون میشم خودم قایم میکنم Hit, hit به هدف رسیدن اصابت کردن زدن همه اینا هم میشه I hit the jackpot یعنی من به جکپات رسیدم hold hold نگه داشتن hold the knife at an angle. hold the knife at an angle. یعنی چاقو را در یک زاویه نگه دار. انگل چه زاویه. ان انگل یک زاویه. hold نگه دار. knife چاقو. at در. an ان angle یک زاویه. چاقو را در یک زاویه نگه دار. hop. hop. لیلی لی کردن با یه پای پریدن <coughs> با یه پا جهش زدن I try to hop on my good foot to catch the bus. سعی کردم روی پای خوبم لیلی لی کنم یا بپرم تا به اتوبوس برسم. Hope Hope امیدوار بودن I hope to see you again soon. امیدوارم به زودی دوباره ببینمت. I hope to see you again یعنی امیدوارم دوباره ببینمت. Soon به زودی. hug. Hug. I really need your hug. من واقعا به آغوشت نیاز دارم. Really need. واقعا نیاز دارم. Hurry. Hurry. عجله کردن. It had to hurry to find an accommodation. پیدا کردن محل اقامت جدید یه ضرب العجل بود. It had to hurry عجله داشت، عجله ای بود. یعنی در واقع تو فارسی یا تو زبان عربی شاید همون ضرب العجل میشه. یعنی چیزی که باید به سرعت انجام بشه. It had to hurry. It had to hurry. مجبور به عجله بود، عجله ای بود. To find پیدا کردن An accommodation, یک مقال یک محل اقامت hurt hurt آسیب رساندن صدمه دیدن I hurt my elbow آرنجم صدمه دید اگه بخوایم لغت به لغت ترجمهش کنیم میشه چی من صدمه زدم به آرنجم ولی خب من که صدمه نمیزنم به آرنجم درسته تو فارسی ما میگیم صدمه دید مجهولی میگیم جمله رو ولی توی انگلیسی اینجوری نیست میگیم من صدم زدم من فائلم و البای من مفعول صدم دید توسط من برای یه خورده متفاوت میشه در زبان انگلیسی خب این از درس امروزمون امیدوارم که تکرار و تمرین رو فراموش نکنین که درست حسابی درستون رو یاد بگیرین خیلی خوشحال شدم که با یه فرصت جدید تونستم در خدمت شما عزیزان باشم. اگر دوست داشتین مدرسه آلفرا رو حمایت کنین با لایک، کامنت و سابسکرایب میتونین این کار رو انجام بدین. تا موزش بعدی خدا نگهدار.